محمود قائد رحمت، مسعود ستاری، زمینی که بازم فرصت این بار برای نفت آبادان به وجود اومده، ضربه‌ای که زده میشه و از کنار دروازه با اختلاف بسیار کم به بیرون میره. یاسر درویش هم که مصدوم هست و به این بازی نرسید، ارسال روی دروازه، فرصت برای خیبر و حوری رسید و از دستش خارج شده و حالا اعلام خطا. تیم خیبر در عراش مقابل آلومینیوم عراق 3-0 نتیجه رو واگذار کرده و بله پنالتی روی خطایی که مرتکب شدن مدافعان تیم صنعت نفت، بله خطا اعلام شده و حالا پنالتی برای تیم خیبر خواهد بود در دقایق ابتدایی بازی. خود صدرا و روبروی خودش حسن حوری، حالا صدرا و توی دروازه، خیلی هم خوب و مسلط میزنه علی صدرا و گل اول برای تیم خیبر. خیبر خرم‌آباد 1 نفت آبادان 0. بازی پنالتی که علی صدرا میزنه مطمئناً این گل بازی رو جذاب‌تر هم خواهد کرد و نفت آبادان از این پس باید حمله بکنه و مطمئناً ضد حملات تیم خیبر هم میتونه تماشایی باشه. میلاد جهانی اونجا ارسالش رو خوبم انجام میده و زعبی سری که زده شد و در نهایت صادق نادرپور توپ رو مال خودش میکنه. امروز هم استقبال نسبتاً خوبی از این بازی شده. حالا مجید هوتن ارسال روی دروازه خسروی و اعلام آفساید شده قبلش، ظاهراً میتونه توپ رو بلند بفرسته. خود منصوریان پرتاب بلند داخل محوطه جریمه، توپ از دستان حوری هم جدا شده. عرض کردم میتونه خطرناک باشه ضد حمله برای نفت آبادان. حالا از سمت راست فرصت برای نفت آبادان توسط دوستدار، ارسال قشنگ روی دروازه، موقعیت برای نفت آبادان و اعلام کورنر شده. دقیقه پایانی وقت های تلف شده استفاده میکنن، ضربه کورنر زده میشه، فرصت برای نفت آبادان و سوت پایان این دیدار هم حالا به صدا در میاد. پورعلی هم کمک اول و دوم هستن، حسین زمانی هم داور چهارم هست. فرصت برای نفت آبادان، اونجا توپ چیزی نمونده بود، بازیکن نفت آبادان به گل برسن. میلاد جهانی ارسال روی دروازه، موقعیت برای نفت آبادان و نادرپور توپ رو راهی کورنر کرد. برمیگردونه علی رحیمی، اشتباه کرد، فرصت برای تیم نفت آبادان، چه ضربه اینجا زد. خیبر با این برد 40 امتیازی خواهد شد، البته هنوز 30 دقیقه تا پایان فرصت باقی است. داخل محوطه جریمه یه موقعیت و گل توی دروازه، گل مساوی رو اونجا خیلی قشنگ هم زد زوریکانی و حالا حساب کار 1-1 مساوی میشه. ولی عرض کردم هنوز 30 دقیقه فرصت هست و بلافاصله بعد از صحبت من اونجا نفت آبادان گل مساوی رو به ثمر میرسونه. اینجا با هم نگاه میکنیم فرصتی که به دست اومد، خیلی راحت و با بیرون پا توپ رو زد اونجا زوریکانی و حساب کار 1-1 مساوی میشه. به سمت چپ میبرم بازیکن نفت آبادان، پا به تو، فرصت برای نفت، یه ضربه و آلومینیوم هرمزگان هم در خانه 1-0 از خونه به خونه بابل جلو افتاده. فرصت برای نفت آبادان، موقعیت هست داخل محوطه جریمه، فرصت برای نفت و توی دروازه گل دوم رو هم اینجا میزنن بازیکن نفت آبادان توسط بازیکن تازه وارد نفت آبادان یعنی سید فاخر تهامی. حساب کار 2-1 میشه به سود تیم نفت آبادان. اینجا با هم نگاه میکنیم اشتباه مدافعان خیبر که توپ رسید اونجا به تهامی و خیلی راحت توپ رو درون دروازه قرار میده تا حالا حساب کار 2-1 به سود نفت آبادان باشه. حالا برای مصطفی علی خانی داخل محوطه جریمه، محمود قائد رحمت، یک پاس در عرض که حسن حوری توپ رو در اختیار میگیره با میلاد جهانی. خود میلاد جهانی پا به توپ برای تیم نفت آبادان، ضربه‌ای که میزنه اونجا هوتن، فرصت برای خیبر، یه ارسال قشنگ، یه ضربه سر و اونجا حسن حوری توپ رو مال خودش کرد.
بیزواری به دنبال توپ، زده حمله خطرناک برای نفت آبادان. پور محمد توپ رو برمیگردونه به سمت چپ میبرن، فرصت بازم برای نفت آبادان، یه ضربه دیدنی و توپ برخورد کرد با تیر دروازه، چیزی نموده بود. گل سوم رو هم دریافت بکنه تیم خیبر. شرط بهتر خواهد شد، ارسال روی دروازه، فرصت برای نفت آبادان، میره تا گل سوم که بله به دست میاد. گل سوم هم برای نفت آبادان، حساب کار 3-1 میشه توسط شادکام. تعلل مدافعان تیم خیبر و ناهماهنگی مدافعان باعث شد تا بدترین شکست تیم خیبر، شکست خانگی البته تیم خیبر، در این بازی رقم بخوره. بتونه با این همه طرفدار لااقل شرط بهتری رو داشته باشه. فرصت واسن برای نفت آبادان، یا گل چهارم یا خیر، که اونجا توپ رو گرفت و این آخرین فرصت تیم خیبر خواهد بود برای حداقل جبران یکی از گل‌های خورده. اعلام پنالتی برای تیم خیبر، تا حالا این فرصت فراهم بشه تا خیبر یکی از گل‌های خورده رو جبران بکنه و حالا افسوس این رو بخورن که چرا گل سوم رو دریافت کردن به اون شک با اون ناهماهنگی، تا لااقل الان میتونستن بازی رو مساوی بکنن. حالا ببینیم که علی صدرا دومین ضربه پنالتی خودش و تیم خیبر رو به چه شکل میزنه و اگر گل بشه 3-2 بازی خواهد شد. خب با هم نگاه میکنیم، به این شکل برخورد انجام شد که ما قضاوت رو میذاریم برای کارشناسان داوری، چون واقعا چیز مشخص نبود. شاید این آخرین ضربه‌ای باشه که بازیکنان به توپ میزنن در این بازی. علی صدرا ضربه‌شو حالا میزنه و توی دروازه، 3-2 و بله آخرین ضربه هم بود و پایان این بازی با برتری 3-2 نفت آبادان برابر خیبر خرم‌آباد. نفتی‌ها بازی رو هم رفت بردن و هم برگشت.